آقا رسول الله میفرمایند که کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. آقای خاقانی عزیز، آقای بهنام خیلی قشنگ مشخص کردن که آقا جون حرف حساب ما چیه امشب. حرف حساب ما اولا که یا حسینه که اینجا افتخار میکنیم داریم نوکری میکنیم اهل بیت عصمت و طهارت رو، ولی خب هر کسی یه وظیفه ای داره. عزیزانی که اینجا میبینید نشستن و دهها برابر مایی که اینجا نشستیم پشت این دوربین دارن فعالیت میکنن تا شبکه امام حسین علیه السلام نه فقط در حقیقت صحبت های خودش رو بلکه معارف اهل بیت رو به تمام جهان مخابره بکنه، تمام اینا جونشون رو کف دستشون گذاشتن. اینو بی تعارف خدمت دارم، با شرایط عراق شما آشنا هستید کما بیش، با شرایط به عمر حالا شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی، شرایط آب و هوایش و تمامی شرایطی که بالاخره توی این کشور وجود داره. افتخار میکنیم داریم نوکری آقای امام حسین رو میکنیم، این مهر رو پیشونیمون هست و افتخار میکنیم، ولی خب شما بیننده چی؟ شما بیننده هم اینجا یک وظیفه ای دارید. البته متشکریم و تشکر میکنیم از اینکه پیام های گرم برای ما میفرستید و تشکر میکنید، خب خیلی عالیه، ولی آیا کافیه؟ فکرشو بکنید، اگر خدای نکرده خدای نکرده این نور بخواد خاموش بشه، شبکه امام حسین دیگه اون کاری که انجام میده، اون معارفی که پخش میکنه از اهل بیت عصمت و طهارت رو دیگه انجام نده و پخش نکنه، اون برنامه‌های بیاناتی که میدونم بیننده اون بودی در مورد معارف اهل بیت عصمت و طهارت، برنامه‌های سرزمین عشق که هر سری با زحمت کلی از دوستان بهترین اساتید رو ما دعوت میکنیم و اینجا از معارف و از کلامشون استفاده میکنیم، برنامه دیدگاه که خودم تولید کنندش بودم، چقدر زحمت کشیدم پای این برنامه با همت شما بینندگانی که در حقیقت به ما کمک مالی میرسوندید، اون کسانی که در حقیقت از برنامه‌های شبکه امام حسین دارن استفاده میکنن و دارن بهره برداری میکنن، وظیفه به گردنشون هست. اون وظیفه اینه که این شبکه رو پشتیبانی بکنن. پشتیبانی شما تو جیب من نمیره، تو جیب آقای خاقانی، آقای میرخرف یا آقای بهنام یا ملا علی گل نمیره، تو جیب خودتون میره، بچه های خودتون، تو جیب بچه های خودتون میره. دقیقاً خواستم اینو اشاره بکنم، فردا پس فردا بچه های شما اگه بخوان تلویزیون رو روشن بکنن و ببینن شبکه امام حسین جاش خالیه، کدوم شبکه رو میخوان بزنن؟ من نمیخوام اسم شبکه های دیگر رو بیارم که تبلیغ شبکه های دیگه کرده باشم، ولی فکرشو بکنید اینه به علاوه یکی شبکه هایی هست که ضد اهل بیت و ضد خدا و ضد پیغمبر داره تبلیغ میکنه. جای اینه شما خودت عدد بذار، هر عددی بذاری یه دونه بالاتر از اون شبکه هست که داره کار میکنه ضد اهل بیت. شبکه امام حسین علیه السلام با این شرایط با این انرژی تا الان که اومده، به زرس قاطع میگم، فقط و فقط با کمک مالی مردم بوده که تا به اینجا رسیده، داره گسترش میده فعالیتاشو الحمدلله. حالا آهسته آهسته دوستان استندایی که اینجا گذاشتن رو شبکه‌های مختلف فارسی و عربی و انگلیسی و اردو و ترکی و شیعه ویوز رو نمونه‌هاشو گذاشتن برای شما. تمام اینا به همت شما شروع به فعالیت کرده، ولی نباید متوقف بشه، که اگر متوقف بشه اینا عند الله هممون مسئول